انار میوه منحصر به فرد و با قدرت دارویی فراوان است. با مصرف آب و حتی در مواردی دانه و پوست این میوه میتوان شاهد آثار مثبت آن برای بدن بود. خوردن انار به غیر از ارزش غذایی بسیار، جنبه‌های دارویی و اثرات درمانی قابل توجهی دارد. خوردن انار از دیدگاه قرآن و ائمه بسیار توصیه شده است. انار برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله تصلب شرائین، سرطان و همچنین کمک به طول عمر و کند کردن واکنش‌های پیر شدن سلول‌ها تأثیرات فراوانی دارد. انار به عنوان یک میوه بهشتی از این جهت در فصل پاییز به بار می‌نشیند که فصل پاییز فصل خزان درختان و گرفتگی آسمان است و برای جلوگیری از افسردگی و نگرانی دانه‌های انار بسیار مفید بوده و موجب شادابی می‌شوند. انار یکی از میوه‌های خوشاب و رنگ فصل پاییز و زمستان است که در مقایسه با سایر میوه‌های این فصل آنتی اکسیدان بیشتری برای افزایش ایمنی، مقاومت و حفاظت از بدن در مقابل بیماری‌ها، میکروب‌ها و ویروس‌ها دارد. از انار شیرین می توان در مواردی مانند سرماخوردگی، تقویت نیروی جنسی، تقویت روده ها، تقویت معده، تقویت ریه، حساسیت، وجود خون در ادرار، مسمومیت، درد گوش، التهاب معده، آبریزش چشم، خونریزی رحم، خارش پوست، تقویت لثه، تصفیه خون، کمخونی، اسهال خونی و کم اشتهایی استفاده نمود. خوردن انار برای کمک به رشد جنین و سلامت فرزند نیز مفید است و خوردن انار در زمان بارداری باعث زیباتر شدن فرزند می شود. علاوه بر جلوگیری از ویار و نیز تقویت مادر، به رشد آینده کودک هم کمک می کند. یک لیوان آب انار حدوداً 40% ویتامین C مورد نیاز روزانه شما را تأمین می کند و منبع خوبی از ویتامین های A، E و اسید فولیک است. مقدار آنتی اکسیدان موجود در آب انار حتی 3 برابر چای سبز است. در واقع آب انار یکی از غنی ترین منابع پلی‌فنول هاست که گروهی از آنتی اکسیدان های قوی هستند. نقش آنتی اکسیدان ها کند کردن یا جلوگیری از صدمه سلولی است که توسط علل مختلف استرس ها حادث می شود، مانند مصرف سیگار و دخانیات، آلودگی هوا و استرس های روحی. انار ضد آلزایمر است. بررسی ها روی موش نشان داده است که مصرف آب انار سرعت پیشرفت آلزایمر را کند می کند. بنابراین کسانی که مستعد این بیماری هستند بهتر از آب انار را در برنامه غذایی روزانهشان بگنجانند. مصرف انار به صورت دانه شده و همراه با شکر اصلا توصیه نمی شود و انار را باید با پرده های سفید اطراف دانه ها مصرف کرد، زیرا این لایه حاوی مقادیر قابل توجهی فیبر نامحلول است که این فیبر نامحلول به حرکات دستگاه گوارش، رفع مشکلات دستگاه گوارش، جلوگیری از یبوست و کاهش وزن و کنترل اشتهای کاذب کمک می کند. کسانی که سرد مزاج هستند نباید در خوردن انار افراط کنند، زیرا معده را سست کرده و ایجاد نفخ می‌کند. این گونه افراد باید انار را با زنجبیل بخورند. جوشانده پوست درخت و پوست ریشه آن برای رفع کرم به کار می‌رود. ممکن است ایجاد سرگیجه و استفراغ کند. به هر حال در خوردن جوشانده آن باید احتیاط کرد و این کار باید تحت نظر متخصص انجام گیرد.